بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان، عزیزانی که بیننده برنامه خودتان برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشاءالله که در هر کجایی از جهان که هستید و برنامه خودتان را نگاه میکنید همواره صحتمند و سلامت جانجور و تیار باشین. خداوند مهربان را شکر میکنیم که یک بار دیگه قسمت ما کرد تا در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم و همچون دیگه روزهای دوشنبه از حضور کارشناس محترم خانم دکتر بعینی استفاده بکنیم. سلام علیکم خانم دکتر بعینی. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان فارسی زبان که بیننده برنامه ما هستن. تشکر از شما. خانم دکتر، همونطور که بینندگان عزیز برنامه روشنا هم میدانند و روزهای دوشنبه برنامه خودشان را دنبال میکنند، موضوع برنامه درباره کسب و کار مؤمنان است و خانم دکتر در جلسات گذشته در موردی که چطور ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم که کسب و کار بکنیم، روزی حلال در بیاریم صحبت کردن و ای که چطور ای مالی را که به دست آوردیم، پول و پیسه که به دست آوردیم را خرج بکنیم، هم صحبت هایی را در برنامه گذشته داشتن. من سوال امروز برنامه را میخوایم که از شما خانم دکتر در قالب یک سوال، یک پرسش واقعی که یک نفر از ما پرسان کرد از شما بپرسم که یک دوست از کابل برای از ما یک پیام روان کرد از طریق یک از همین اپلیکیشن های اینترنت که این روزها روز و روزگار مردم در کابل خوش نیست. همه میدانیم شرایط بسیار دشوار است و به ویژه شرایط اقتصادی و مالی مردم بسیار سخت است. خانم دکتر، مردم ماه‌های گذشته کسایی که در ادارات دولتی کار کردن حقوق خودشان را، معاش خودشان را دریافت نکردند و شاید بعضی افراد باشه که 3 یا 4 ماه معاش دریافت نکردن و کسانی هم که یک مقدار پول و پیسه در بانک ها داشتن، ذخیره داشتن برای روزهای سخته خودشان، متاسفانه میدانیم شرط به نحوی است که نمیتونن که این پول را از بانک بکشن و در فضای مجازی هم گاهی اوقات ما میبینیم که صفهای طولانی مردم را نشان میدن که از شام قبل و از روزهای قبل صف میکشن در پشت بانک، بلکه بتونن یک مقدار امی پول خودشان را، پیسه خودشان را از بانک بکشن تا بتونن که خرج زندگی و روی روز خود بکنن. اما خب بسیاری از مردم هم موفق نمیشن که کار انجام بدن. شرایط بسیار پیچیده و سخت است. تا وقتی که باز یک مقدار به ثبات برسه قطعا طول خواهد کشید. این نفر از ما پیام داد که ما در این شرایط بسیار دشوار و سخت که حتی برای تهیه کردن نان خشک خانواده خودمان دشواری داریم و با مشکلات مواجه هستیم، یک مشکل دیگه با او مواجه شدیم، این که ما نمیتونیم که کرای خانه خود پرداخت بکنیم، چون که عالی وقتش رسیده در سر ماه یا در سر سال یک نفر باید که کرای خانه خود پرداخت بکنه، ولی خب بسیاری از مردم ندارن که عالی بدن، انمی پولی در دستشان نیست. انسان میخواهی که قرض خودش را، دین خودش را به دیگری ادا بکنه، ولی خب گاهی خود شرایط اینگونه است که نمیشه. و این فرد میگفت که عالی، ما صاحب خانه ما یک نفر است که او هم در سختی است، بالاخره او هم مال خود میخواد دیگه. شرایط اگر دشوار است برای از ما یک نفر نیست، برای اطرافیان از ما نیست، کل مردم در یک سختی قرار گرفتن. و اونم فرد هم پول و پیسه خود کرای خانه خود از این فرد طلب کرده و این بنده خدا نمیدونه که چی بکنه. ما از شما میخوایم خانم دکتر پرسان کنم با توجه به مباحثی که ما داشتیم در مورد کسب و کار، روزی حلال، قطعا نمی پولی که فرد باید پرداخت بکنه برای صاحب خانه یک روزی حلال است، بالاخره از خانه خودش میخواد که کرای دریافت بکنه، اما شرایط این فرد چطور در نظر بگیره؟ آیا در اسلام توصیه شده به افرادی که صاحب خانه هستن که در شرایط دشوار یک حمایتی داشته باشن از افرادی که در خانه اینا هست و خانه اینا رو کرای کرده یا خیر؟ بله، خب سوال بسیار خوبی است و بسیار هم مرتبط است و بحثی که ما امروز انشاءالله با هم پیگیری میکنیم. بحث امروز ما درباره چگونگی مصرف است. یعنی اگر که ما یک مالی داشتیم، خانه داشتیم، زمین داشتیم، پیسه داشتیم، چطور باید او را مصرف کنیم؟ در مورد همین سوال شما یک روایت است، روایت بسیار زیبا، البته خب شاید سخت هم هست،
و مشخصا هم درباره امی وضعیت است، یعنی وقتی که یک مسلمان و یک مؤمن در خانه ما نیاز داره و ما چون ببینید وقتی یک نفر صاحب خانه است، بله، معمولا اینطور است که خود همون فرد به لحاظ خانه و به لحاظ همی امنیت روانی که یک فردی که خانه داره خود چی خیال چی جمع است عموما، و خب شاید خانه دوم و سوم و چهارم از او باشه که در کرایه میده، و شاید هم که عطا در وطن نباشه و جای دیگه باشه و خانه خوره در یک نفر دیگه در کرایه میده. خب روایت میگه که اگر که یک نفر در خانه از تو نیاز داشت، روایت هست از امام صادق علیه السلام که هرگاه یک مؤمن یک خانه داشته باشه، فرض کنید که ما و شما یک خانه داشته باشیم و یک مؤمن دیگه به سکونت در خانه نیاز داشته باشه، و فرض کنید که ما و شما یک خانه داریم، یک نفر نیازمند است، ما اما مؤمن از سکونت در خانه از خود خود معنی کنیم، چه اتفاقی میفته؟ خدای بزرگ میفرماید که ای فرشتگان من، بنده من در زمینه سکونت دنیاوی بخل ورزید، به عزت و جلالم سوگند او هرگز در بهشت من ساکن نخواهد شد. قید و شرط هم نداره، یعنی ما نمیگویم که یک نفر از حق خوب بگذره و کرایه طلب نکنه، اما امی شرایط دیده و طلب کنه، به خاطر ای که اگر که یک نفر ممکن است که امی کرایه خانه یک دردی از او دوا کنه، اما فردی که به خانه موشه و ممکن است که بسیار آسیب های اجتماعی در پیم خانه و خانواده باشه، چون ببینید وقتی که ما خانه خود از دست بدیم دیگه هیچ حریمی نداریم، وقتی که حریم نداشتیم هر کسی و هر فردی یا هر اتفاق سوی میتونه که درباره خانواده ما و خود ما اتفاق بیفته، بسیار آسیب پذیر میشیم، و شاید آسیبی که همی صاحب خانه با آواره شدن همی مستاجر و همی فردی که در خانه هست بباره در آینده بسیار بیشتر باشه از همی آسیب مالی که و از همی اتفاقی که آلی میفته. پس شرایط دیده باید یک نفر نسبت به فرد مؤمنی که نیاز داره خصوصا در خانه، چون خانه مایه آرامش است، محل آرامش است. اگر که ما آرامش یک خانواده را بر هم بزنیم، ما در جلسات پیش گفتیم اما طور که ناامیدی مصری است، امیدواری هم مصری است، اما طور که امین آسیب روانی و عدم امنیت روانی میتونه که مصری باشه، احساس امنیت هم میتونه که مصری باشه و در افراد منتقل شوه. اگر یک جای بلرزه، یک خانه بلرزه، مطمئن باشید که امی لرزش و امی عدم امنیت در دیگران هم منتقل میشه. ما امید داریم که آینده‌ای که پیش روی از ما هست یک آینده‌ای با ثبات باشه، مردم در امنیت، در آرامش، با راحتی زندگی کنند. خب فعلا تلاش کنیم که از هم حمایت کنیم تا امی آرامش نسبی، آل آرامش میگیم یا بالاخره امی ثباتی که انشاءالله شاید که شکل بگیره، بالاخره ما هم کمک کنیم که مردم کمتر بگیره. بله. مردم آسیب کمتر. بله، ما نگاه ما در مباحث ما بحث اخلاق است. بله. و مردم است، و در این که حال سیاست مداران چی هستن و چی میکنند کاری نداره. ما میگوییم که ما به عنوان یک مؤمن و یک مسلمان وقتی که بله مواجه میشیم با متن دینی، وظیفه از ما چی است؟ پس اگر که یک مؤمن است و باور داره که خدایی است، پیغمبری است و آخرتی است، و اگر باور داره که بهشتی است و جهنمی است، یک نفر چطور معامله میکنه؟ تو میتونی که چون به هر حال امی کرایه هم قرض است. بله. و او فردی که در خانه از ما هم هست، آله اگر نتانیست انشاءالله مای بعد، اگر نتانیست مای بعدتر، بالاخره وضعیت شغلی او هم معین میشه و مشخص میشه. اما اگر که شما در نظر بگیرید در کابلی که با چند میلیون جمعیت است، خود نیمی از این مردم خانه کرایی هستن. بله. و در و اگر که فرض کنیم که حتی نصف از این نیم، یعنی یک چهارم مردم 3-4 ماه معاش دریافت نکرده باشند، و یا حتی یک چهارم نه، یک دهم از مردم 3-4 ماه 5 ماه معاش دریافت نکرده باشند، خب شرایط بسیار سختی دارند. و اگر قرار باشه که همه اینها به خانه هم شوند،
یعنی از جای خوب به جای شوند. یک آشفتگی عظیم بله. کابل ده ممکنه فرا بگیره. بله. پس روایت واضح است و مشخص است و ما از این دست روایات بسیار زیاد داریم. مصرفی که یا بهره برداری که ما از مال خود میتونیم انجام بدیم با توجه به اینکه در آیات و روایات مال در دست ما امانت است، یعنی ما مالک حقیقی اون مال نیستیم. بله بله. بلکه فردی هستیم که فعلا امون نعمت در اختیار ما قرار گرفته. سه مدل ما میتونیم لااقل داشته باشیم. یک مصرف امی بهره برداری یا مصرف بخیلانه است، یعنی یک نفری که نتونه که از مال از خود خود برای دیگران بگذاره و انفاق داشته باشه. خود فرد حتی از مال خود نمیتونه که برای خود خود بله او که باز بدبختر است. بله. و او شاید که بسیار زندگی با او فرد بسیار سخت‌تر باشه. بله. چون درجه بندی داره. ببینید در صفات اخلاقی چه صفات حسن باشه و نیک و چه صفات سیئه باشه و رسیله درجه بندی داره. بله. یعنی گیقات میشه که یک انسان نعمت زیادی هم در اختیار او هست اما حتی برای خود خود هم نمیتونه مصرف کنه. درست. ولی خب بیوقات هم هست که برای خود یا خانواده استفاده میکنه اما نسبت به دیگران نمیتونه که بذل بخشش داشته باشه و نمیتونه که نسبت به دیگران حمایت داشته باشه. پس سوال شما فکر میکنم که با همین روایت بله بله. پاسخ داده شد و انتظار مایی است که مردم خوب و شریف و کابل که امی 40 سال 50 سال امن و سختی و دشواری را سپری کردند اما همه با هم بودند و همه با هم دیگه در کنار هم تلاش کردند که زندگی راحت تری را بگذرانند و تلاش کردند که از بحران ها و از دشواری ها بگذرند و با هم یک رابطه حسنه خوب. چون وقتی که ما در کابل میریم میبینیم که مردم چقدر نسبت به هم احساس مسئولیت دارند و چقدر روابط خوبی بین مردم هست. فرق نمی کنه خانم دکتر که از کدام دین و مذهب بله، از کدام بله، قوم و نژاد باشه. بله. ما یک تجربه بسیار خوبی داریم از این که مردم ما در کابل با وجود این که نیم قرن شد که سختی می کشند، نیم قرن شد که هر نوع آسیب بیرونی بر آنها وارد شد اما بین خود مردم خوبی هستند. بله. و بین خود حمایت کاری دارند. این روایت هم شاید یک تذکر و یک یادآوری است. ما در همه برنامه ها گفتیم که ما مفهمیم که مردم ما بسیار مردم خوب هستند و مفهمیم که یک عرف و عنعنات بسیار حسنهی به لحاظ حمایتگری بین ما جریان داره. بله. و فقط یک یادآوری و یک تذکر است و در تذکر همیشه فایده است. بله بله. پس یک نوع مصرف میتونه مصرف بخیلانه باشه که بخیل کسی است که دیگران را و یا حتی خود خوره از نعمتهای الهی محروم میکنه. این نفر یک نفری است که یا این نوع مصرف و این نوع نگاه به مال یک نگاه مطرود است. در مقابل فردی که بخل میورزه فردی است که اسراف میکنه. اسرافگر هم مطرود است. آیا راه میانه وجود داره؟ بله انشاءالله خواهیم گفت در دقایق بعدتر. در این که بخل چی است؟ یک ملاک تعیین شده ولی میتونیم که دقیق تر همون رو بررسی کنیم. در روایات حضرت رسول میفرمایند که بخیل کسی است که میخوره ولی نمیبخشه. پس اگر یک نفر رو دیدیم که نسبت به دیگران حساسیت نداشت این میتونه که یک نفر باشه که بخیل است. حتی در خانه هم ممکن است که ما و شما هم یک بخیل بسیار شدید نباشیم، یعنی میزان بخل در ما بسیار زیاد نباشه اما همین که حتی یک سفره ای است و یک غذایی است که ما خود ما میخوریم اما توجه نمی کنیم در دیگران که آیا چاشت است، آیا چیز خورده یا نخورده، یا بیگاه است، آیا چیز خورده یا نه، امی میتونه نشانه یک بخل ضعیفی در ما باشه. و اگر امی نکات ریز را دقت کنیم شاید که بتانیم خود خود نجات بدیم به خاطر ای که ما باور داریم که زنده امی حیات به ما عطا شده برای که استعداد اخلاقی که یک نفر داره، یک انسان داره اما
اما استعداد شکوفا شوه، اما انسان الهی شوه، اما انسان به سمت خدایی شدن پیش روه. حضرت رسول درباره پرهیز از بخل هم روایت زیاد دارن و ببینید که عموما روایاتی که بخل را نهی کردن همزمان اسراف را هم نهی کردن، به خاطری که تقریبا میتونیم بگیم که در نقطه مقابل همدیگر هستن. یک نفر که مصرف و بهره بردن از نعمتهای الهی را محدود میکنه بخیل است. یک نفر که افراط داره و یک نعمت که به دست او آمد تید و پات میکنه او مصرف است. و هر دوی اینها در روایات نهی شدن. اسلام همیشه دین مساوات است. بگویم که اعتدال، چون اعتدال باز با مساوات میتونه متفاوت باشه، چون عدل قرار دادن هر چیز در جای خود است، اما مساوات یک نوعی از عدل است. یعنی عدل قسمت های مختلف داره و یک نوعی از او میتونه که برابری باشه. و در این که بخل برای ما خوب است یا نه، چون ببینید من میگم که اگر که ما ثمرات منفی و تبعات منفی یک کار را بدانیم، درباره یکی او کار انجام بدم یا نه، او صفت را داشته باشیم یا نه، راحت تر میتونیم تصمیم گیری کنیم. چون ما میگویم که امی اخلاقی هم که ما در اجتماع رعایت میکنیم، اگر امو قسمتی که در خود ما مرتبط هست برای ما واضح باشه، میتونم که تصمیم بگیرم که حسنات را انجام بدم یا سیئات را انجام بدم. و حتی برای یک صفتی خانم دکتر مثل بخل، یک نفر که تصمیم میگیره در زندگی که بخیلانه مصرف بکنه، او هم حتما آماده برای خودش فکر کرده، یک منافعی رو در این بخل سنجیده و تصمیم گرفته که من از این به بعد بخیلانه مصرف بکنم. شاید با خودش فکر کنه که در این شرایط دشوار که انسان از فردای خودش آگاه نیست، معلوم نیست که من فردا همی پول و پیسه که الان به دستم میاد یا فردا هم بتونه به دستم بیاد یا نه، بنابراین ترجیح میده که او پول و پیسه را ذخیره بکنه یا به دیگران نده یا حتی از خود و خانواده خودش دریغ بکنه برای که روزهای آینده در رفاه باشه. یعنی هر کسی یک چیز را یک منفعت نظر میگیره. بله. عالی. تشخیص ما از منفعت شاید تشخیص محدود باشه، چون شاید سواد از ما کم باشه، شاید تجربه از ما کم باشه، شاید که من نتونم که یک نگاه جامعه داشته باشم. اما ما باور داریم افرادی هستن به نام معصومین، بله، که اونها نگاه جامعه دارن. حالا در این که یا حتی ببینید که بسیاری از مذاهب دیگه و ادیان دیگه معصومین ما رو به عنوان علما و آگاهان میشناسند. درست. یعنی افرادی که نسبت به ما بسیار بسیار دانش دقیق تری دارند. خب اگر حتی نگاه ما چنین باشه، رجوع ما به روایات میتونه که کارساز باشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که بخیل آسایش نداره. پس اگر به دنبال آسایش هستیم، ما باید که از بخل دوری کنیم. شما و ما شما میفهمیم که یک نفر که اگر بخیل باشه، تمام ذهن او ممکن است و دنبال ای برود که چطور حفظ کنه. چون یک بار است که ما میخواییم که برای آینده پسنداز کنیم، ولی یک بار دیگه است که اگر که یک قران از ما و یک افغانی از ما مصرف شونه، ممکن است که تن از ما بلرزه. و ما در مدام حالی که نمی مال برای آسایش انسان بله. است و ما سعی میکنم پول پیسه کسب کنم تو خود و خانواده ایم راحت و آسایش زندگی بله. کنن، اما همی باعث میشه که باعث ناراحتی و عدم آسایش برای از ما و خانواده بله. میشه. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه کوتاه را ببینیم و باز در خدمت شما باشیم. بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز ما. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 شماره است که به برنامه شما برنامه روشن و اختصاص داده شده و شما عزیزان میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید و اگر کدام سوال در مورد برنامه و به ویژه موضوع امروز برنامه دارید، همین الان از طریق واتساپ سوالات خود را روان بکنید. انشاءالله حتما سعی میشه که به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شما یک میان برنامه کوتاه را میبینم و برمیگردیم.
سه سالگیش بر مدار عاشورا میچرخد، اتفاقی که تنین خنده های کودکانش را به غارت میبرد، در آتش میماند و میگذرد. فراد از چشمانش مهاجرت میکند، گرچه سه سال بیشتر ندارد، اما صد سال شکایت از این اندک سال دارد. شکایت هایی که تاب باز گفتنشان را ندارد. بغض ها روی هم جمع شده است و یک بار می خواهد فوران کند. سه سال بیشتر ندارد، اما صدای گریش خواب آسوده یک شهر را برهم می زند. و چقدر زود صدایش خاموش شد. رقیه نجیب، ای مهتاب شبهای الفت حسین، ای مظلوم ترین فریاد خسته، گلناز دانه پدر و انیس رنج های عمه، رقیه کوچک، ای یادگار تازیانه های نینوا، سیل سیلی کربلا، دست های کوچکت هنوز بوی نوازش های پدر را می داد و نگاه های معصوم و چشمان خستت نور امید را به قلب عمه می تاباند. بمان که بی تو گلشن خزان دیده اهل بیت دیگر بوی بهار را استشمام نخواهد کرد. تو نوگل بهشتی، تو فرشته زمینی، پس بمان که کمر خمیده عمه مصیبتی دیگری را تاب نخواهد آورد. تو چقدر سربلند بیرون آمدی از دردها و دلتنگیها، صبر را از چه کسی به ارث برده بودی؟ نمیدانم، اما ایمان هم پای تو بزرگ شده بود. وقتی میان خون و آتش صدای گریت دل سنگ را می لرزاند و پاهای تاول زدت سختی ها را گلایه می کرد، همه چشم ها کور بودند و دل ها سنگین تر از آن بود که بار سنگینی دلت را سبکتر کند. سلام بر تو که در خنکای لبخند حسین علیه السلام رها بودی. سلام بر کوچکی گام هایت. سلام بر تو که آتش کوتاه تر از دامنت نیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان و محترمان، همچنان شما عزیزان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا از شبکه جهانی هادی تیوی هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستیم. خانم دکتر، بحث ما در مورد نحوه مصرف بود و شما فرمودید که سه نحوه مصرف میشه که در نظر گرفت: مصرف بخیلانه مال، مصرف مصرفانه مال و نحوه اعتدالی که مصرف معتدل باشه. در خدمت شما هست. بله، یک روایتی که روایت جالبی بود و او برخورد کردم این بود که یک روایت هست از امام سجاد علیه السلام که می فرماین پسرم از رفاقت با بخیل بپرهیز. یک توصیه اخلاقی پدرانه به فردی که ما نسبت به او وظیفه تربیت داریم. و علت را هم حضرت در ادامه بیان می کنند، می فرمایند که تو وقتی که نیاز به مال داشته باشی، نیاز از تو را برطرف نمی سازه و بلکه تو را خوار می سازه. پس دوستی با فردی که بخیل است می تانه که منجر به ای باشه، که در تقابل ای باشه که ما به عنوان یک انسان میخواییم که عزیز باشیم، میخواییم که عزت نفس داشته باشیم. پس اگر که میخواییم که عزت نفس داشته باشیم با یک فردی که بخیل است، باید رابطه را کم کنیم. اما ممکن است یک نفر بگویه که خب ما وظیفه تربیتی برای بخیل هم داریم، یعنی ما
نشان بدیم به بخیل که یا کمک کنیم به فردی که بخیل است که از اون فضا خارج شوه، دوستی کنم با فرد بخیل که بله. او از ما یاد بگیره، یاد بگیره. خوبه. بله. اما بدانیم که خیلی وقتها امی نیت خوب ما و امی شاید که خیرخواهی ما به خاطری که ما توانایی کمی داریم اثر برعکس میگذارن. پس وقتی ما با یک نفری که ضعیف است، یک نفر که بیمار است، یک نفر که نیازمند است، چون بخیل هم نیازمند است. ما گفتیم که مستضعف هم مالی است هم فکری است. یک نفر اتفاقا یک نفر وقتی بیماری روحی داره، بیماری اخلاقی داره، نیازمند واقعی تر است و نیاز به یک نیاز شدید تر است. اما باید دید که آیا ما میتونیم کمی بیماری را برطرف کنیم یا نه. چطور است که وقتی که یک نفر بیماری جسمی داره او رو توصیه میکنیم که حتما به دکتر مراجعه کن و خود ما دخالت نمیکنیم، ولی باز نسبت به یک نفر که یک بیماری روحی داره ما میخواییم که مداخله کنیم؟ پس به نظر من میگه که اگر که ما تشخیص میدیم که دوست ما یا همسایه از ما یا یک نفر که با او مراوده داریم دوچار همی بیماری اخلاقی است، مداخله ای ما میتونه که کار بدتر بسازه. و در قدم اول خواهم دکتر، وظیفه ما حفظ خودمان هست. اول باید خودمان را حفظ بکنیم. بله بله. بعد دیگر. و اگر ما امیر تشخیص بدیم که مداخله نکنیم و تشخیص بدیم که میتونیم که نسبت به او حساس باشیم، میتونیم که نسبت به او خیرخواه باشیم، بدون که خودمان مداخله کنیم، میتونیم که یک نفری که تجربه او بیشتر است، دانش او بیشتر است و همینطور شاید بسیاری اوقات سن و سال تاثیر داره، یعنی نفری که چون سن او از ما بیشتر است کلام او تأثیر بیشتری داره یا رفتار او تأثیر بیشتری داره، میتونیم که از اونها کمک بگیریم. و این اتفاق نمیفته مگر که ما همون شبکه حمایتی که قرار است اخلاق اجتماعی بر او شکل بگیره قبلا شکل داده باشیم، یعنی ما حساس باشیم و به دنبال ای باشیم که فرض کنید که رفیق از ما یا دوستی از ما بخیل است، من نمیتونم که او را متأثر بسازم و تغییر در او ایجاد کنم. اما قبلا در فعالیت خیرخواهانه قبلی از خود خود ممکن است که با یک معلمی که او معلم اخلاق است یا معلم روانشناسی است یا یک نفر است با تجربه است آشنا شدم، میتونم که یک رابطه بین این دو نفر برقرار بسازم. پس و باز همی شبکه را گسترش بدم، چون هر کدامی از این افراد هم میتونن که با افراد دیگه در ارتباط باشن. اگر که بتانیم امی ذهن شبکه‌ای و نگاه شبکه‌ای را در حمایتگری ها داشته باشیم، بسیار اوقات نیاز به مداخله مستقیم فرد از ما نیست، درست، بلکه تلاش از ما میتونه امی ایجاد ارتباط باشه. از مصرف بخیلان خارج شویم. امیدوار هستیم و میفهمیم که بسیاری از مردم ما گرفتار مصرف بخیلان نیستن، ولی خب برخی از مردم شاید یا برخی از ما شاید گرفتار باشیم. در مقابل اون مصرف مصرفانه است. یکی نفر تبذیر داره، ریخت و پاش داره. یک نفر است که شاید 10,000 افغانی معاش داشته باشه، در سر ما که میرسه میبینیم که 20,000 خرج کردن، 30,000 خرج کردن، یا نه 10,000 از خود خوره تمام 10,000 خرج کردن، چیزی باقی نگذاشتن. بله. با واسه وقتی که میپرسیم که تو چی خریدی و چی کار کردی، میبینیم که خوشاید که نیاز ای داشته که فرض کنید که مثلا عالی، چون اینا تقریبی است، ما نمیگیم که حتما اگر یک نفر 5,000 برای خورد و خوراک مصرف کرد کم است یا زیاد است. فرض کنیم که یک نفر 10,000 درآمد و معاش داشته باشه، 5,000 او را برای خورد و خوراک مصرف کرده. خب باز ما از او میپرسیم که برای کرایه خانه چی میکنی؟ از او میپرسیم که آیا برای بهداشت هزینه در نظر گرفتی یا نه؟ از او میپرسیم آیا برای وقتی که شاید تو هم بیکار باشی، یک ماه، دو ماه، سه ماه، پس اندازی داری یا نه؟ خب دکتر، اونجوری که من دریافت میکنم از صحبت های شما است که مصرف مصرفانه
بسته به افراد فرق میکنه. بله. یعنی هر کس شرایط زندگی خود نگاه بکنه و مصرف بکنه. بله. یعنی برای از من شاید که 10,000 افغانی خرج کردن در ماه بسیار مصرفانه باشه، ولی برای یک نفر که ماهی 100,000 معاش داره خرجش زیادتر، شاید 10,000 چیزی هم نباشه. بله. خب شاید هزینه رفت و آمد و ترانسپورت بسیار بیشتری داشته باشه نسبت به ما. بله، اسراف بسیار متأثر است از سبک زندگی ما، از شرایط ما. مثلا ما در روایات داریم که ای که شما باقی مانده آب را دور بیندازید این اسراف است. اما این نفر بود که در من سوال فرستاده بود که شما که اینقدر میگید که در روایات مراجعه کنید دور انداختن باقی مانده آب اسراف است، خب ما در کشور دیگه مهاجر شدیم، مثلا در اروپا هستیم، از زمین و آسمان آب میبارن، آیا اینجا هم در انداختن آب اسراف است؟ اونجا شاید باز اسراف یک نمادهای دیگه داشته باشه. بله بله. یعنی ببینید که مراد روایات باید ببینیم که چی است. درست است دور انداختن آب، من گمان از من است که دمو جایی هم که پر آب باشه بازم کار درست نیست. ما نباید که بیهوده چیزی را مصرف کنیم، و اما بهره برداری از ما باید یک بهره برداری عاقلانه و منصفانه باشه. ده. اما وقتی در یک شرایطی هستیم که آب خوراکه، یک آب پاکی که خوراکه باشه کم است، چون ما دیدیم که در برخی از مناطق مثلا شهر کابل آبی که مردم از چاه میگرفتن یک آبی غیر قابل شرب بود، به خاطر یک اتفاقاتی که رخ داده بود و مردم مالی نمیخوایم که باز کنیم که چی بود، ولی خب آب چاه آب غیر قابل استفاده بود. خب آل آب خوراکه میرن مردم و از بازار میخرن. اگر یک نفر باشه که اما لیوان آب اسراف کنه و بریزه دور، همینجی میتونه که یک نماد بر اسراف باشه واقعا و حقیقتا. ولی خب اگر که ما میریم و یک منطقه دیگه هستیم که باز زمین و آسمان آب میباره، اونجا شاید که امی که ما اتفاقا مثلا ممکن است اونجا استفاده از برق یعنی استفاده بیرویه از برق نماد اسراف باشه، و یا که منابع طبیعی دیگه احتمالا میتونه که نماد اسراف باشه. پس چیزی که روایات از ما میخواهی که اسراف نکنیم، زیاد روی نکنیم، رخت و پاش نداشته باشیم، اما رخت و پاش و زیاده روی میتونه تشخیصی، میتونه متأثر از عرف باشه. و فعلا در شرایطی که ما هستیم، یک روایت هست که بسیار زیبا اما درجه پایین اسراف را بیان میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر یک نفر در غذا اسراف کنه، یک نفر اگر که لباسی که باید در مهمانی بپوشه در غیر او استفاده کنه، یا یک نفر امی باقی مانده آب از خود خورا دور بریسه، امی درجات اولی اسراف را داره. شاید به نظر ما ساده بیایه که خویانی چی که ما یک لباس در جویش استفاده نکنیم. حالا مهمانی شاید خیلی از ماها نرویم یا شاید که کمتر برویم، ولی ببینید یک لباسی داریم در سر وظیفه میپوشیم، شاید اون متفاوت باشه با لباس ما که در خانه میپوشیم. اگر که امینا را جا به جا کنه میتونه که یک نشانه از اسراف باشه، حتی اگر که شدید نباشه، چون اما طور که بخل میتونه که درجه بندی داشته باشه، اسراف هم میتونه که درجه بندی داشته باشه. و بسیار اوقات از سالی که حرف از مهمانی شد، خوب است بگیم که آل ایشالله که این شرایط انشاءالله با امید خدا برطرف میشه و انشاءالله بعد از ماه سفر میفهمیم که انشاءالله شادی باشه و عروسی باشه و بسیار انشاءالله که جشن خوبی در پیش رو داشته باشیم. بسیار اوقات میبینیم که یک مراسم که برگزار میشه، مراسم عروسی، ما میریم شرکت میکنیم، اما در تای دل خود میگوییم که خب وقتی که یه همه فقیر در کابل هست، افطار غذا چی معنی داره؟ درست. یا ای که امی خانواده آیا میتونه که امی افطار غذا را تهیه بسازن؟ یا تو خود از ما خواهم دکتر، مردم کابل یا مردم افغانستان، ما شما میدونم مردم بسیار شاد هستن، اهل مهمانی و مجلس و عروسی هستن، و یک مثلا مهمانی یا عروسی که برگزار میشه همه سعی میکنن که حتما شرکت بکنن، و افراد حتی اگر مهمان هم باشن سعی میکنن بهترین لباس رو تهیه بکنن، بهترین حالا خانم ها بهترین شال و بهترین چادری رو تهیه میکنن و سعی میکنن که برازنده و زیبا در اون مجلس شرکت بکنن.
و من بسیار دیدم در بین فامیل دوستان و آشنایان که مثلا به خانه یک نفر میری تو بکس یک نفر که بکس خود باز میکنه مثلا شاید 100 جوره کالا داشته باشن که نمی 100 جوره کالای مهمانی است و گاهی اوقات است کالای مهمانی یک رقم ساخته میشه که در خانه دیگه استفاده نمیشه و این فرد در مهمانی دوم هم نمیخواد که نمی کالا را استفاده بکنه چون دیگران دیدن و باز از اون طرف دلش نمیاد که چون گران خریده و یعنی پیسه بسیار کلان خریده دلش نمیاد که او را در یک نفر دیگه بده و اینمی میشه که در خانه یک نفر در بکس یک نفر ممکنه که هر کدام 100 جوره کم کم 50 جوره 60 جوره کالا داشته باشن. فکر میکنم که یک نمود اصراف برای مردم از ما و به ویژه مردم شهر کابل مسئله کالا باشه برای خانم ها. بله خواه اگر دقت کنیم میفهمیم که میتونیم که رها شویم از این چیزی که بخشی از ذهن ما را درگیر میسازن. چون ببینید اما طور که یک بخیل به دنبالی بله. است که مال خود را حفظ کنه، یک مصرف هم شاید امی که چطور مصرف کنم چون گاهی عادت است که اما دغدغه میشه برای که چون عادت میشه که من استفاده کنم و مصرف کنم. غیر از او که یک تبعات بسیار بسیار عجیب هم اصراف داره که در روایات ما فراوان دیدم، از حضرت رسول نقل است، از امام صادق نقل است، از امام رضا نقل است که اگر که تو اصراف کردی منتظر فقیر شدن هم باش، اما طور که بخیل آسایش نداره مصرف هم منتظر باشه که کی فقیر میشه، نعمت از او گرفته میشه. همچنان که نعمت آسایش از بخیل گرفته میشه، نعمت استفاده از همین مواهب دنیا از کسی که اسراف میکنه گرفته خواهد شد. اینو سنت الهی است. شاید که ما خیلی اوقات متوجه نباشیم اما اگر دقت کنیم در امو مسیری که طی کردیم میبینیم که بودن در سر طیف چه بخیل باشه و چه مصرف باشه آسیب زا است. هرچه که به سمت وسط طیف که امو محدوده زندگی معتدل است ما نزدیکتر شویم، هرچه که در دیگران توجه کن. ببینید وقتی میگه که در دیگران توجه کن، باز از اون طرف میفرمایند که پس بخشش که میکنی مصرف نباش، یعنی رخت و پاش نداشته باش به نحوی که سر ما که شد معاش از تو نرسه در مصرفی که تو داری. از اون طرف دیگه در فردی که اسرافکار است میگوید که تو باید دست از خود خورا بگیری، ولی این گرفتن تو به نحوی نباشه که باز در سر دیگه ای تیف که بخل است وارد شوی. به یک معنا انسان باید دائما در حال دقت به زندگی خودش باشه که یک وقت نغلطه در این سر تیف یا او سر تیف، بخیل نشوه خدای نکرده یا مصرف نشوه. خانم دکتر در حد 30 ثانیه اگر یک جنبندی بفهمید تشکر. بله پس چیزی که ما در اسلام به او توصیه میشیم این است که تولید داشته باشیم و اگر که یک آورده داشته می تولید ما و می تلاش ما به سمت ای پیش بریم که مصرف ما در دو سر طیف وجود نداشته باشه و از او خارج شویم. نام از او مصرف معتدلانه است. یک ثمراتی داره. مهمترین ثمره او است که ما اگر میان روی داشته باشیم، حضرت رسول به ما وعده داده که رزق الهی و برکت الهی شامل زندگی ما خواهد بود. درست است. انشاءالله که خانم دکتر خداوند مهربان درهای برکت خودش را که برای مردم از ما گشوده، انشاءالله که ما بتانیم که بهرمند بشیم، بیشتر از نعمتهای خداوند بهرمند بشیم و بتانیم که استفاده بکنیم و دوستان عزیزان خودمان کمک بکنیم و به دیگران یاری کنیم که با امید خداوند روزهای سخت و روزهای دشوار هم تمام شود، با امید خدا روزهای خوب بیاید، روزهای امن و امان بیاید، زندگی خوب. بالاخره خانم دکتر مردم از ما بخی خسته شدن از این که زندگیشان هرچقدر تلاش میکنن در یک شب زندگی از بین مره. شاید اگر هم کسی گرفتار این مسئله مصرف مصرفانه یا مصرف بخیلانه میشه به خاطر همین به عبارت استیبل نبودن شرایط زندگی است. شرایط زندگیشان بالا و پایین بسیار زیاد داره. یک نفر میگه من فردا معلوم نیست که زنده باشم یا نه، سعی میکنه که امور خرج بکنه و مصرف مصرفانه داشته باشه. یک نفر دیگه میگه من فردا معلوم نیست که مال در دستم باشه یا نیست، سعی میکنه که با مصرف بخیلانه مال خودش را حفظ بکنه. بله این شرایط شرایط
من معتقد هستم که شرایط بسیار دخالت داره، اما امام علی علیه السلام میفرمایند که اما طور زندگی کن که انگار سالیان سال زنده است. یعنی برنامه‌ریزی ما برای دنیا بعدی باشه و اما طور هم به فکر آخرت باش، انگار که امیالی لحظه آخر زندگی تو است. یعنی همزمان با همه سختی هایی که داریم باید بتانیم که یک پلان داشته باشیم. درست. بسیار تشکر از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. همچنان از شما دوستان عزیز بینندگان خوب برنامه روشنا هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان شماره تماس مثبت 962-4-780-255-4013 عزیزان از یاد نبرید. میتونید که هر وقت که اراده کنید از طریق واتساب با همکار نظمه در ارتباط شوید و انشاءالله اگر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه خودتان دارید با ما در جریان بگذارید، بسیار ما را خوشحال میکنید. عزیزان محترمان به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم خانم دکتر بیانی از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق